وقتی که ما برمیگردیم به گذشته و نقد میکنیم گذشته رو، معناش نادیده گرفتن تلاش‌ها و زحماتی که انجام شده نیست. همه ما میدونیم که به خصوص کادر درمان و حوزه سلامت واقعا زحمت کشیدن، زندگی‌های خودشون رو عملا در خدمت مردم و جامعه قرار دادن و واقعا جامعه باید سپاسگزار و قدردان این زحمات باشه. حتی مدیران و سیاستگزارانی هم که تو این حوزه هستن، حقیقتش در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که تو دنیا وجود داشتن و مشکلات کشور ما از جمله تحریم‌ها و اینها رو نداشتن، عملکرد کلی کشور ما رو من مثبت قلمداد می‌کنم. ولی مثبت قلمداد کردن معناش این نیستش که مشکلات و به اصطلاح ضعف‌هایی که در سیاست‌ها و تصمیماتون داشتیم رو نبینیم و ازش درس نگیریم برای سیاست‌های بعدی. یه زمانی باید ما قرنطینه رو انجام می‌دادیم که انجام ندادیم در شهرهایی که محدود بود در کشور ما. ابتدا که مثل محدود شهرهای آلوده شده بودن، بعد باید قرنطینه معکوس رو انجام می‌دادیم، یعنی محافظت از شهرهایی که آلوده نشده بودن، اون رو هم انجام ندادیم به موقع. بنابراین آلودگی تقریبا همه کشور رو گرفت و در شرایط حاضر که با این وضع مواجه هستیم و خب طرح هوشمند هم آمده و مردم هم رعایت نمی کنند و بالاخره حالا یا به جبر یا به خاطر عدم آگاهی کافی یا هر دلیل دیگه ای، الان باید چه کار کرد؟ اون چیزی که من معتقدم که در شرایط حاضر باید روش بسیار تاکید بشه، مراقبت و محافظت از گروه های پرخطر جامعه است. ببینید، دو تا شاخص مهمی که الان در سراسر دنیا بهش توجه میشه و مقایسه میشه برای موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های کشورها، یکی تعداد مرگ ها هست و یکی تعداد بستری شدگان. جامعه در این شرایط که هنوز واکسنی برای این اپیدمی، برای این ویروس وجود نداره، اگر بتواند مرگ ها و بستری شده ها، یعنی موارد شدید رو کنترل بکنه، طبیعتا هم یک حیثیت بین المللی بالاتری به دست خواهد آورد. همین که از نظر روحی، روانی و اقتصادی و باری که روی نظام بهداشت درمانی ایجاد میشه کاهش پیدا میکنه. برای این کار خب محافظت از گروه های پرخطر خیلی اهمیت داره. من در واقع بهش میگن خود قرنطینگی، یعنی افراد خودشون خودشونو قرنطینه بکنن. در این قضیه سه تا گروه نقش دارن. یک، خود افراد پرخطر، که میدونید افراد پرخطر منظور افراد سالمند، افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن، دیابت، فشار خون بالا، بیماری کلیوی و قس الهازا، اینها رو اولا خودشون باید آموزش ببینن که تا حد زیادی الان این اتفاق افتاده و خود اونها هم دارن خود مراقبتی بیشتری میکنن نسبت به هفته ها و روزهای اول اپیدمی که هنوز ما نمیدونستیم گروه پرخطر در این کووید 19 چه کسانی هستن. پس باید اینها تاکید مرتب و مکرر بشه بهشون که شما اگر که مبتلا بشید، این ابتلا خیلی گرون براتون تموم خواهد شد. دوم، اطرافیان هستند که باید ملاحظات خاصی رو در ارتباط با این گروه های پرخطر داشته باشند، مثل ملاقاتشون، فاصله گذاری مناسب، رعایت بهداشت در و محافظت خودشون و اون افراد در مواجهه با این افراد پرخطر. مثلا خب دلیل نداره وقتی ما گروه های پرخطر در فامیل و خانواده اون داریم تو این شرایط بریم هی مرتب سرکشی بکنیم، بهشون سر بزنیم. اگه بریم سرکشی بکنیم، باید حد اکثر تمهیدات لازم رو برای اینکه خدا نکرده اگر ما عامل بیماریزای ویروس هستیم منتقل نکنیم به اون فرد پرخطر، اینا رو مسئول نگه داریم. سوم، وظیفه سازمان ها و در واقع مدیران و دولت ها هستش که از اینها مراقبت کنه. اینا چه باید بکنن؟ اینها باید دلایل اینی که این افراد ممکنه از خونه بزنن بیرون رو به حداقل برسونن. خب تعداد زیادی از این افرادی هستن به طور عادی تحت مراقبت های نظام های به اصطلاح رفاهی جامعه هستن، حالا از افرادی که بیماری خاص دارن، تحت پوشش بیمه ها هستن و یه عده معدودی هم هستن که ممکنه نیاز به حمایت های به اصطلاح ویژه دولت داشته باشن. طبیعتا این تعداد خیلی خیلی کمتر از تعداد کلی جامعه هست. بنابراین از عهده دولت ها برمیاد که از این افراد محافظت اقتصادی بکنن تا برای امرار معاش مجبور نشن از خونه بزنن بیرون. نکته دومی که باید روشون توجه بشه، بهانه های خروج اینها از خونه غیر از اینا هست. مثلا یک فردی که پرخطر هست، سالمند هست، یه سری ماهی
نگهتاج عمومی داره. تحقیقاتی که انجام گرفته میدانی نشون میده که این افراد بیشتر برای مثلا دریافت خدمات بهداشت درمانی، برای تأمین مایحتاج روزمره و امثال اینها از خونه میان بیرون. خب اگر نظام بهداشت درمانی ما بتونه این خدمات رو به شکل فعال به این افراد برسونه، بسیار کمک خواهد کرد. برای مثال عزیزانی که رشته‌های پزشکی اجتماعی هستن، الان موقعی هست که در این زمینه ایفای نقش بکنن، یعنی متخصصین پزشکی اجتماعی باید در به منازل این افراد برن، حالا با شکل برنامه‌ریزی شده و به اصطلاح سیستماتیک، از این حالا اگه قرار فشار خون اینا گرفته بشه، قرار تجویز دارو مجدد بشه، قراره که مراقبت‌های ویژه‌ای از اینها بشه، آموزش داده این کار رو انجام بدن. نظام بهداشتی اونم همینطور باید تو این زمینه کمک بکنن. بنابراین اگر که فرض بفرمایید اینها نیاز هستش که بیماری‌هاشون مورد مراقبت خاص قرار بگیره، این مراقبت خاص تأمین بشه، قرار بشه یک فردی که مثلا دیابتی هست برای تأمین داروی خودش، کسی که سرطانی هست برای تأمین داروی خودش مجبور بشه از این ور شهر به اون طرف شهر، از این داروخونه به اون داروخونه بره، قطعاً این شانس بیماری رو در خودش و در اطرافیان بالا میبره. پس بنابراین این بهانه‌ها رو باید از این گروه‌ها سلب کرد و این وظیفه مراکز بهداشت درمانی و سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و امثال اینا هستش که این کار رو انجام بدن. این به نظر میاد که در حال حاضر مهمترین استراتژی هستش برای کاهش بار ناشی از اپیدمی. در غیر این صورت ما هر روز شاهد این قضیه خواهیم بود.